بینندگان عزیز سلام، امروز خدمت آیات عظام آقای مکارم سلام علیکم و آقای محارم هستیم. علیکم و سلام. آقا جان خوب هستم، سلام برسونید دیگه خدمت. بله، خدمت این آیات عظام هستیم، با ما در تماس باشید تا سوالات خودمون رو حول احکام دیپلماسی جمهوری اسلامی دنبال کنید. ولی قبل از این سوالی دارم از آقای آشقا محارم. خب آقای محارم، خودتون همینطور که میدونید مقامات دیپلماسی و جمهوری اسلامی در ملاقات هایی که با دولتمندان غربی دارن خیلی جاها مجبورن که دست بدن. بخواستم سوال کنم به لحاظ شرعی آیا مشکلی نداره؟ والا در خصوص این سوال، یعنی این که دست و بال که همچه چیز خاصی نیست، صح. ولیکن النیتکم مهمتون، یعنی صح، یعنی اگر نیتکم فی سبیل معاملات و المذاکرات و المماشات و لچه میدونم آلات فلانات و بیسارات باشد، حتی شما میتونی طرف رو در این خصوص روایات زیادی رو خود مکی جان عزیز بلدن که بلدتون میده. با سپاس از محی عزیز، با سپاس. البته استاد محارم استاد ما اصلا پیشکسوت در این زمینه، استدام میکنم آقای محارم با اجازتون. عرضم به خدمتون فی حاضر شرایط الخاص احبتان است که نفری که دارد دست میدهد مطمئن باشد که دست طرف المقابل قبل از آن اتصله بله، و یعنی کامل امامان شده باشند، مثل دست حاج آقا شیراج که دست نگو بنده با ایشون چهار بغل هم شدن، خود مقام عظما هم تجربهش رو دارند. اما در شرایط کنونی احوات آن است که کل الاخوان الاتحادیه بالاوروبا اوروبیه، شکرا، اوروبیه عدوی و عدونا و عدوكم و عدوهن و كنا و دو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 د
تماسی داریم که میشنویم. الو الو، با سلام به شما مجری خوب برنامه احکام خارجی. اون موقع که اتحادیه اروپا دشمنای نظام رو گذاشت دیدید، من حاجت داشتم که اگه 20 لیتر نفت گیرم اومد سقف اتحادیه اروپا کنم. حالا این 20 لیتر گیرم اومده ولی دشمنای نظام از لیتر در اومدن. الان حکم این 20 لیتر چیه؟ با تشکر از برنامه. بابا آدم مثل این که شما فقط 20 لیتر حاجت کردین و مقام عظما چی؟ یه نفکش نفکش وقف اتحادیه اروپا کرد، اونم به مرادش نرسید. حالا یه سوال بودی که کردیم، سوالم اینه که شما چه حکمی در این بود؟ بله احسنت احسنت، والا احبتان است احبتان است که اون 20 لیتر نفت رو بریزن به پای مقام عظما و همونجا یه کبریت هم بهش بزنید که اونجا همیشون به مرادشون رسیدن و همین که مقام عظما رو از این وضعیت نزار نجات دادیم بده. فی الواقع فقط میمونه یک بحث دیگه که اونم برمیگرده به حال خود عظما، یعنی از زبان حال خود عظما. بله عظما ایشون در این شرایط میفرمایند چی؟ میفرمایند آتیشم زدی خاکسترم کردی تو کردی بابا، تو کردی بیچاره ترم کردی تو کردی. بابا آقای مواره شونات رو لطفا رعایت کنی، مثل اینجا برنامه زلال احکام ها. عزیز من همچین خودت هم چشمه به این زلالی گیر آوردی، خواهش بر کردی خودتون تو. الو با سلام، من سفیر جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای اروپایی هستم. میخواستم بپرسم بعد از این داستانا الان تعیین تکلیف شغل من اینجا چی میشه؟ آخه آیا آینده ای برای من متصوره یا نه؟ فی هازل مسئله، این مسئله و این سوال فقط خاص سفرای جمهوری اسلامی نیست، این سوالی هست که خود مقام عظما هم این سوال رو
دارن که خلاصه آیندهشون چه خواهد شد. بله. اما خب در قالب شغلشون ایشون باید در منتظر استفتاءات مقام عظما بمونن تا ایشون استفتاءاتشون برسه، چون الان خود مقام عظما بعد از این شرایط در اعتکاف هستن، از در دیوار صدا در میاد که از ایشون صدا در نمیاد. بله، در این خصوص فقط میمونه نکته چی؟ که اون آقای سفیر اگه یه همچین ترسیدایی داشته باشه، احسن. یه تروب پیو از این حرفا، احسن، همونجا پشت اون در بسته ایتالیا اروپا میشینه و با صدای بلند احسن فریاد میزنه و میگه پشت درای بسته سفیر دل شکسته داره هوای خوندن با تو وزیر خسته. خب آقای معارم لطفاً یکم دقت کنید تو احکامتون، ممکنه که تلفات بید. در نهایت زلالتون بید آقای موسیقی. قربان شما. احسن. خب ادامه میدیم، تماس بعدی رو میشنویم. الو، من میخواستم بپرسم در این مذاکراتی که با طرف حسابای غربی داریم مایعات مختلفی رو میز هست که سوالم اینه که از کجا میشه فهمید که کدومشون آبه؟ خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که فی هذا المسئله والا ما خودمون هم که پای میز مذاکره میشینیم نمیدونیم که خلاصه این آب هست یا خلاصه این چی هستش. اول استفاده میکنیم، از نتیجهش متوجه میشیم که اون چی هست. مثلا همین آقای محارم که اینجا در کنار شما هستند، ایشون در پای میز مذاکره از این مایعات استفاده کردن. بله، ما دو روز بعد ایشونو در جوب پیدا کردیم. بله بله بله. اما خب اهدت آن است که آن سفیری که پشت میز نشسته از طرف جمهوری اسلامی آب را بر روی میز جاری کرده و حکم آب جاری را پیدا کند که این حلالن و حلالن و حلالن و حلالا. بعد اون موقع میشونه لب بزنه دم میز و هی قلوب 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 بزنه به عند ماست الخیار. بله خیلی متشکرم. حال مهم یعنی عند ماست الخیارات. نعم. بله با تشکر، جواب شما خیلی جامع بود. خب ما میخواییم بریم. بریم؟ بله. من یه نکته آخرم بگم، اینجاست که میگه شنیدم میخوایی بری بمونه رو سینه شو بازی چه این و اونه رو.